چرا به کلیسا برویم؟ بیایید بفهمیم. خب ما کلیساهای زیادی در همه جا داریم. آیا به آنها نیاز دارید؟ کتاب مقدس را می‌خوانید که شما می‌گوید که چه کارهایی باید انجام دهید. همه چیز در آنجا هست. چرا باید به یک کلیسا بروم؟ خب کلیسا بیشتر از فقط کتاب مقدس است. در واقع به آن بدن مسیح گفته می‌شود و توسط عیسی مسیح تأسیس شده است. چیز جالبی است. عیسی مسیح کلیسای خود را تأسیس کرد و این کلیسا بود که به ما به عنوان مسیحیان هویت بخشید. اما بیایید درباره آن فراموش کنیم. بیایید درباره خود کلیسا صحبت کنیم. هر یک شنبه به کلیسا می روم. مثل اینکه چرا باید هر یک شنبه بروم؟ خب اگر مثل من هستید احتمالاً واقعا از رانندگی لذت میبرید. درست است. بله، تا زمانی که در ترافیک، یعنی در میان یک عالمه ماشین گیر نکنید. نه، این یک توقف و حرکت است. دنده ها را عوض می کنید، پای خود را روی کلاچ، ترمز و گاز می گذارید و همه چیز به هم ریخته است. به بزرگ راه بروید. هیچ کس دور و بر نیست. فقط در حال حرکت هستید. شما آرامش میگیرید. خب کلیسا هم همینطور است. به آن فکر کنید. شما این 7 روز را دارید. وارد و خارج میشوید و موهایتان را میکنید و همه چیز برایتان اتفاق میافتد. اما در آن 1 ساعت در کلیسا مثل این است که دنده ششم را جا میزنید. مثل این است که در حال حرکت آرام و راحت هستید. ببینید، هر بدن، هر موجود زنده‌ای نیاز دارد که خود را بازسازی کند، نیاز به استراحت دارد، آن نیاز دارد که تعادل خود را پیدا کند. در واقع کلمه تفریح دقیقاً به همین معناست، یعنی دوباره ساختن. بنابراین ما به تعطیلات می رویم، دور می شویم و از همه چیز فاصله می گیریم. خب به این موضوع فکر کنید. محل تفریح شما 1 بار در هفته. شما در طول آن هفته 168 ساعت دارید. آن 1 ساعتی که وارد می شوید زمانی است برای آرامش. این زمانی است برای اینکه فقط افکارتان را جمع کنید، دوباره تمرکز کنید و انرژی بگیرید. همانطور که بدن به خواب و استراحت نیاز دارد، در کلیسا نیز به این نیاز داریم. این زمانی است برای پاک کردن همه چیز، کنار گذاشتن همه چیز و فقط استراحت کردن. تمرکز کنید. چه چیزی در زندگی شما ضروری است؟ برای زندگیتان چه چیزهایی نیاز دارید؟ چه چیزهایی شما را آنچه هستید تبدیل می کند؟ خب به این موضوع فکر کنید. شما به کلیسا می روید، چند لحظه چشمانتان را می بندید، دعا می کنید، دوباره تمرکز می کنید، انرژی می گیرید و برکات خدا را در زندگیتان درخواست می کنید. و در آن 1 ساعت وقتی به آنجا می روید، زمانی است برای بازسازی. بفهمید چه چیزی مهم است و قدم های بعدی شما کجا خواهد بود. و با برکات خدا متوجه می شوید که مسیح به طرز منحصر به فردی شما را لمس می کند. وقتی به کلیسا می آیید، این ارتباط با مسیح است و وقتی مسیح شما را لمس می کند، همانطور که در سراسر کتاب مقدس می بینیم، هر بار که او کسی را لمس می کند، آن شخص برای همیشه تغییر می کند. پس تصور کنید، شما به کلیسا می روید، تحت تأثیر عیسی مسیح قرار می گیرید، در ارتباط با مسیح هستید و شروعی تازه دارید. بنابراین وقتی که خارج می شوید، این فرصت را دارید که دوباره خود را بسازید، زندگیتان را آغاز کنید، به آن دنده سری بروید و واقعا در زندگی پیش بروید. و می دانی چه؟ این یکی از چیزهای زیباست که ما به عنوان مسیحیان داریم. 1 بار در هفته به عنوان یک جامعه مشترک گرد هم می آییم، زیرا فقط خواندن کتاب مقدس کافی نیست. مسیح از ما می خواهد که ایمان خود را به عمل درآوریم. بنابراین وقتی به کلیسا می روید، افرادی مانند خودتان، مؤمنانی مانند شما را پیدا می کنید، افرادی که می توانید با آنها آرزوها و احساسات درونیتان را بیان کنید و با هم شروع به حرکت به سمت صلح می کنید، به سمت آشتی. بنابراین شما افرادی با علایق مشترک پیدا می کنید و می گویید بیایید بیرون برویم و به گرسنگان غذا بدهیم. شما افرادی با علایق مشترک پیدا می کنید، بیایید برویم و از افرادی که در بیمارستان ها هستند دیدن کنیم. شما افرادی را که در حال سوگواری هستند پیدا می کنید و می گویید بگذارید به این افراد کمک کنم، و ناگهان متوجه می شوید که به عنوان یک مسیحی زندگیتان شروع به شکوفا شدن می کند. مسیح از ما می خواهد که بیاییم و بخشی از زندگیش باشیم. ما مسیحی هستیم. به عنوان مسیحیان ما می آییم و به عنوان بخشی از خانواده بزرگ مسیح گرد هم می آییم. همانطور که هر ارمنی در انتهای نام خود این دارد که نشان دهنده خانواده اوست، واژه مسیحی نیز به معنای خانواده مسیح است. شما به آن خانواده مسیح دعوت شده اید. شما دعوت شده اید که به کلیسا بروید و در آن دنده سریع قرار بگیرید و فقط استراحت کنید و از زیبایی که خدا به شما داده لذت ببرید. پس این تجربه را در کلیسای نزدیک خود امتحان کنید.